سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. حمیده خیرآبادی معروف به نادره، متولد 30 آذر 1303 در رشت، هنرپیشه سینمای اهل ایران بود. او ملقب به مادر سینمای ایران هم بود. او تا مقطع دیپلم درس خواند و کارش را از تئاتر شروع کرد. سپس در تلویزیون و سینما درخشید و لقب مادر سینما را از آن خودش کرد و در طول عمر خود در بیش از 200 اثر بازی کرد. حمیده خیرآبادی در سال 1316 وقتی تنها 13 سال داشت با شخصی به نام علی قاسمی ازدواج کرد که ثمره این زندگی تولد دختری به نام ثریا قاسمی در سال 1319 در تهران بود. اما این زندگی مشترک در سال 1336 بعد از 20 سال به جدایی ختم شد. او برای اولین بار در سال 1326 وقتی 23 ساله بود به پیشنهاد یکی از اقوام که کارگردان تئاتر بود بازی در تئاتر را شروع کرد. سپس در سال 1332 با فیلم میهن پرست جلوی دوربین رفت. او در تلویزیون هم در سال 46 در سریال سرکار استوار دیده شد. خانم حمیده خیرآبادی با آغاز موج نوی سینمای ایران در دهه 40 در بسیاری از آثار کارگردانان مطرحی چون داریوش مهرجویی، مسعود کیمیایی و علی حاتمی بازی کرد. نام نادره رو مجید وفادار، آهنگساز مشهور آن روزگار، برای او که قصد داشت وارد دنیای خوانندگی بشه انتخاب کرد و او بعدها این اسم رو در دنیای سینما استفاده کرد. اسمی که بر گوش‌ها نشست و با اون به شهرت زیادی رسید. او تا سال 45 در بیش از 43 فیلم سینمایی بازی کرد. سپس در سال 46 با سریال 200 قسمتی سرکار استوار وارد قاب تلویزیون ملی شد. او تا انقلاب سال 57 نزدیک به 118 فیلم سینمایی و 4 سریال تلویزیونی بازی کرد. به خاطر اغلب بازی‌های او که در نقش مادری مهربان بود، بعد از انقلاب دچار مشکل نشد و به همین خاطر در سال 59 با فیلم مفسدین به کارگردانی امان منطقی برسه بازیگری بازگشت. او در سال 63 در فیلم شبشکن بازی کرد و در سال 67 هم به عنوان بازیگر مهمان در 6 قسمت از سریال بخش 4 جراحی به کارگردانی مسعود فروتن در تلویزیون بازی کرد. از جمله سریال‌های بیادماندنی او بعد از انقلاب میتوان به سریال آپارتمان در سال 71، پدر سالار در سال 72 و خانه سبز در سال 75 اشاره کرد. او طی مصاحبه‌ای در سال 56 گفته: من در اکثر فیلم‌هایم نقش مادر را بازی می‌کردم. بیشتر نقش‌های حمیده خیرآبادی نقش مثبت بود و در اکثر فیلم‌ها نقش مادر یا مادر بزرگ را بازی می‌کرد. خود او در این باره گفته: سالها پیش یک کارگردان که از اقوام من بود از من خواهش کرد در فیلمش نقش یک مادر رو بازی کنم و من هم قبول کردم و از اون پس این کار شد حرفه من. و جالب این که از سالها پیش که خیلی جوان بودم تا حالا من در اکثر فیلمهام نقش مادر رو بازی کردم. من بدون استثنا در فیلمهای مختلف مادر همه هنرپیشه‌های معروف و مشهوری که مردم میشناسن بودم. خانم خیرآبادی در طول عمر هنری خودش دوبار با دختر بازیگرش ثریا قاسمی همبازی شد. یکی در فیلم خانه ابری در سال 65 و دیگری در سریال در قلب من در سال 75 بود. خانم خیرآبادی با شروع دهه 80 بسیار کمکار شد. او آخرین بازی خودش رو در تلویزیون در سال 81 در سریال این راهش نیست انجام داد. سپس در سال 83 در فیلم سرود تولد ایفای نقش کرد. بعد از وقفه طولانی آخرین نقش او با فیلم شیرین عباس کیارستمی در سال 87 بود که می شود از اون به عنوان فیلم اختتامیه پایان عمر هنریش نام برد. در نهایت خانم حمیده خیرآبادی در 31 فروردین سال 1389 در سن 85 سالگی به علت کهولت سن درگذشت. او در قبر خانوادگی در قطعه 66 ردیف 69 شماره 62 بهشت زهرا به خاک سپرده شد. محمد علی کشاورز یک روز بعد از مرگ این بانو گفت: خانم خیرآبادی دیشب فوت کردند.
اما صدا و سیما هیچ پوشش خبری در این رابطه انجام نداد. من از رادیو و تلویزیون توقع داشتم که اطلاع رسانی کنند. مگر نه اینکه نادره با پدر سالار مردم رو با تلویزیون آشتی داد. اشک دیدگانم رو پر می کند وقتی یاد تنهاییش در وطنش می افتم. در حالی که حتی مردم تاجیکستان به واسطه پدر سالار او رو می شناختند. خانم ثریا قاسمی در مصاحبه‌ای درباره حمید خیرآبادی گفته مادر من تا سالها به صاحب خانه‌اش نمی‌گفت که بازیگر تئاتر است. می‌گفت توی حیاط خانه کار می‌کند. مردها هم همینطور. آقای مرتضی احمدی توی راهن کار می‌کرد و اونجا نمی‌گفت که من بازیگرم یا دیگرانی که من الان حضور ذهن ندارم که برای شما بشمارم. اونها مسئله تمرین بعد از ظهرهاشون و شب روی صحنه رفتن‌هاشون رو عنوان نمی‌کردند. چون زیر سوال می رفتند و به دیده بد به اونها نگاه می شود. بازیگرهایی مثل خانم شهلا ریاهی، توران مهرزاد، مهین دیهیم، مادر من حمیده خیرآبادی، ناجی احمدی، جاله اولو و آقایان حیدر سارمی، صادق بهرامی، نصرت الله محتشم، هوشنگ سارنگ، تفکری، محمد علی جعفری که گرگ بازی آن زمان بود مشکلاتی اینگونه داشتند. هر کدوم از اونها هم کارهای مهمی کردند. خانم شهلا ریاهی بسیاری از نمایش‌های خوب ترجمه شده رو اجرا کرد. مثلا دختر گلفروش رو که بعدها آدری هپبورن در سینما بازی کرد. مادرم وارد کار تئاتر شد و از پدرم جدا شده بود و در نتیجه هر کدوم زندگی خودشون رو می‌کردن. من در خانه پدرم تنها بودم و با یک مادر بزرگ بیمار زندگی می‌کردم. یکی از نقش‌های بیادماندنی که در نقش مادر بازی کردند اجاره نشین‌ها بود که در اونجا با وجود اینکه با آقای عزت‌الله انتظامی همسن بودند آنقدر خوب در قالب مادر فرو رفتند که کاملاً باورپذیر بود. تنها جایی که با مادر همبازی شدم خانه ابری بود که ایشان نقش مادر شوهر من رو بازی کردند و دیگری هم در قلب من بود که باز هم در نقش مادر شوهر من بودند، یعنی هیچ وقت در فیلم‌ها در نقش مادرم نبودند. از جمله سریال‌های بیادماندنی او که در اونها به ایفای نقش پرداخت میشه به این خانه دور است در سال 1370، آپارتمان در سال 72، پدر سالار در سال 73، همسران در سال 73، سمندون در سال 74، خانه سبز در سال 75، قطار ابدی در سال 76، در قلب من در سال 77، دردسر والدین در سال 80 و با من بمان در سال 81 اشاره کرد. همچنین در بخش فیلم‌های سینمایی مجموعه فاخری از او به یاد مانده که از این بین میشه به فیلم‌های الماس 33 در سال 46، ولگردها، خوشگل خوشگلا در کنار محمد علی فردین، عروس فرنگی در سال 43، تازه به دوران رسیده در سال 40، آقای هفت رنگ در سال 42، توقیع علی حاتمی در سال 49، حسن کچل، رضا موتوری ساخته مسعود کیمیایی در سال 49، کاکو در سال 50، کافر در سال 51، قصه شب در سال 52، صلات ظهر در سال 53، همسفر در کنار بهروز وثوقی و گوگوش در سال 54، ممل آمریکایی در سال 54، شب شکن در سال 63، مادر ساخته علی حاتمی در سال 68، اجاره نشین ها در سال 65، جیببرها به بهش نمی روند در سال 70، کلاه قرمزی و پسرخاله در سال 73، توکیو بدون توقف و آخرین فیلم او شیرین ساخته عباس کیارستمی در سال 87 اشاره کرد. روحش شاد و یادش گرامی. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه تا دیداری بعد. بدرود.